وقت و ایام بر تمامی دوستان گلم خوب و خوش. خدمتگزار کوچک شما مهرزاد هستم. امیدوارم مانند همیشه شاد، سلامت و عاشق. بله، همیشه عاشق باشید. دوستان، در دو قسمت گذشته در رابطه با افراد متوهم صحبت کردیم. امروز در بخش سوم این ماجرا ما به یک داستان دروغ می‌پردازیم که تا به امروز میلیون‌ها بار دیده شده و تعجب همگان را برانگیخته. ابتدا اجازه بدید خود اصل ماجرا رو از یک شبکه که بسیار پربیننده هم هستش روایت کنم. اجازه بدید ببینیم که خود اصل این ماجرا چی بوده که اینقدر سر صدا کرده. با هم به این ویدیو نگاه میکنیم تا در ادامه خدمتون برسم و باقی مطالبم رو عرض کنم. این ماجرا در رابطه با یک پروازه، یک پرواز با عنوان پرواز شماره 914 شرکت هواپیمایی پان امریکن. 21 می سال 1992 هواپیمای بسیار عجیبی در فرودگاه کاراکاس ونزوئلا فرود اومد که پرواز 914 هواپیمایی پن امریکن بود. اما نکته تعجب برانگیز درباره این هواپیما اون بود که زمان پرواز این هواپیما از مقصد 22 جولای سال 1955 اعلام شده بود، یعنی در حدود 37 سال قبل. در این برنامه با ما همراه باشید تا ماجرای عجیب هواپیمای گم شده ای که پس از 37 سال از تونل زمان بازگشت رو با هم بررسی کنیم. یکی از شاهدان این ماجرای عجیب خوان دلا کورتا بود که ابتدا موفق شد با خلبان پرواز ارتباط رادیویی برقرار کنه و حتی این صحبت‌ها رو ضبط کنه. او در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز ماجرا را این طور تعریف کرد. در برج مراقبت نشسته بودیم. شیفت شب بود و برج مراقبت تقریباً خلوت‌تر از مواقع دیگه بود. ابتدا رادارها وسیله‌ای پروازی مانند هواپیما رو نشون دادن و لحظاتی بعد ارتباطی رادیویی از خلبانی گرفتم که اجازه فرود اضطراری می‌خواست. با توجه به این که این هواپیما در لیست هواپیماهای ورودی به فرودگاه کاراکاس نبود، فکر کردم دچار مشکل یا نقص فنی شده و به همین خاطر می‌خواد فرود اضطراری داشته باشه. با توجه به خالی بودن یکی از باندها به او اجازه فرود داده شد. او گفت که این پرواز 914 که 4 کادر پروازی و 57 مسافر داره و قرار بود از نیویورک به میامی بره. در این لحظه همه ما واقعا شوکه شدیم، چون کاراکاس ونزوئلا در آمریکای جنوبی با میامی فاصله بسیار زیادی داشت. من ازش پرسیدم آیا میدونید که گم شدید؟ زیرا اینجا با مقصد شما فاصله زیادی داره، چیزی در حدود 1800 کیلومتر. در این زمان تمامی خدمه اتاق کنترل میشنیدن که خلبان با کادر پروازش درباره عجیب بودن فضا و محیط صحبت میکنن. خلبان از اونها پرسید چه اتفاقی رخ داده و حالا ما کجا هستیم؟ با بررسی هایی که در همون مدت کوتاه درباره پرواز 914 انجام شد، خدمه برج مراقبت به اونها پاسخ دادن شما باید ساعت 9:45 دقیقه صبح 22 جولای سال 1955 در میامی فرود می اومدید. اما حالا 37 سال گذشته و 21 می سال 1992 و در کاراکاس هستید. برای لحظاتی دیگه صدایی از خلبان و کادر پرواز نمی اومد. اونها واقعا از اتفاقاتی که رخ داده بود شوکه شده بودن. گویا خودشون هم گذشته 37 سال رو احساس نکرده بودن و گمان می کردن تنها چند ساعت از آغاز پروازشون گذشته. پس از اینکه اوضاع کمی آرام شد، از مسافران خواسته شد تا کمی استراحت کنن و مدارکشون نیز کنترل بشه. اما نکته دیگه‌ای وجود داشت که باز هم همه رو متعجب کرد. تا قبل از کنترل شدن مدرک، ماموران فکر می کردن که این پرواز می تونه با پرواز 914 متفاوت باشه. اما با دیدن کارت‌های شناسایی همه چیز به درستی مشخص شد. این افراد دقیقاً همون افرادی بودند که در سال 1955 سوار بر پرواز 914 شدند و از همه عجیب‌تر در این 37 سال هیچ نشانه‌ای از تغییر سن در اونها دیده نمی‌شد.
گویا هنوز همون سنی رو داشتن که در زمان سوار شدن بر هواپیما داشتن و حتی نشانی از کهنگی در لباسهاشون هم دیده نمی شد. خلبان پرواز پس از شنیدن صحبت‌های ماموران بسیار تعجب کرد و گویا این حرف‌ها براش قابل باور نبود. به همین خاطر زمانی که برای مسافران جایی برای استراحت در نظر گرفته شد اجازه نداد تا مسافران از هواپیما خارج بشن و همچنین به هیچ کس هم اجازه نداد تا به مسافران نزدیک بشه. حتی با همون یک نفر هم که برای کنترل کارت‌های شناسایی رفته بود به تندی برخورد کرده و او را از اطراف هواپیما دور کرد. خلبان دوباره به سمت کابین خود رفت و گفت ما به کشور خودمون برمیگردیم. لحظه‌ای که هواپیما از زمین بلند می‌شد، ماموران به مسافران پشت پنجره‌ها نگاه می‌کردند. اما اصلاً مشخص نبود که این مسافران 37 سال رو در بی‌خبری به سر می‌بردند، ولی همگی نگاهی وحشت زده و متعجب داشتند. در سال 1992 یک هواپیما با 57 مسافر در فرودگاه کاراکاس فرود آمد. تا اینجای ماجرا عادی بود، اما مسئله زمانی عجیب شد که مسئولان فرودگاه فهمیدند این هواپیما 37 سال پیش از زمین برخاسته بود. این هواپیما در سال 1955 از نیویورک عازم میامی بود که ناپدید شد. مسئول برج مراقبت میگوید من هواپیما را قبل از ناپدید شدن دیدم. با خلبان صحبت کردم و زمانی که به تقویم نگاه کردم، آنچه را که می‌دیدم نمی‌توانستم باور کنم. خلبان فکر می‌کرد که هنوز سال 1955 است و آنها در فلوریدا فرود آمدند، ولی این گونه نبود. خدا می‌دانست که آنها در تمام این مدت کجا بودند. انگار اتفاقی فراتبی در فرودگاه رخ داده بود. هواپیما در مقابل دید برج مراقبت فرود آمد، اما هیچ چیزی بر روی رادارها دیده نشد. بعد از فرود هواپیما خلبان با صدایی لرزان می‌پرسد ما کجا هستیم. وقتی که خلبان متوجه می‌شود کجا فرود آمده و 37 سال است که هواپیمایش ناپدید شده، می‌گوید یک چیز اینجا اشتباه است و دوباره هواپیما از زمین بلند می‌شود و در مقابل دید همه ناپدید می‌شود. بسیار خوب دوستان، با هم ما این ماجرا رو دیدیم و شنیدیم و متوجه شدیم که پرواز 914 دچار یک حادثه هوایی شده. این لیستی که میبینید لیست پروازهای تجاری هستش که دچار به هر دلیل حادثه شده، اگر سالم برنگشته، مفقود شده یا سقوط کرده یا دچار نقص فنی شده. در این لیست ما تمامی صانع‌های هوایی از ابتدای تاریخ پرواز بشریت تا به همین چند روز قبل رو میتونیم ببینیم. ببینید این همون تاریخیه که در این داستان ادعا میشه. در این ماجرا ادعا شد که در روز دوم جولای 1955 این صانعه هوایی رخ داده، یعنی فرودگاه ورودی هواپیما را اعلام نکرده. پرواز به هر دلیل بلند شده ولی به مقصد نرسیده و حتی بر نگشته به خود همون فرودگاه. به هر حال این پرواز که از زمین بلند شده یا باید به مقصد میرسیده و یا باید اگر دچار صانعه در راه میشده مفقود میشده، گم میشده، و یا باید نیمه راه برمیگشته به خود همون فرودگاه مبدأ و یا در فرودگاه استراری در جایی فرود میومده. پس باید در این لیست این نام باشه، پرواز شماره 914 به تاریخ دوم جولای 1955. همینطور که میبینید این لیست پروازهای حادثه دیده سال 1955. ببینید تا روز 27 جولای هیچ حادثه‌ای گزارش نشده. در این ماجرا نقل میشه دوم جولای 1955. نزدیکترین حادثه 27 جولای 1955. خب شاید اشتباهی در تاریخ شده، مخصوصا که عدد دو هم داره. پس بذار ببینیم آیا شماره پرواز هم همونه، مسیر پرواز هم همونه. همینطوری که میبینید نه شماره پرواز همونه نه مسیر پرواز. شماره پرواز 914 نیست، پرواز هم همون مسیر ذکر شده در داستان نیست. بهتر ما بدبین نباشیم، حتما روز و ماه نقل شده اشتباهه. پس پرواز 914 که یک شماره پروازی که دیگه اشتباه نمیشه، مشخصه. پس شاید این پرواز دچار حادثه ای شده. اجازه بدید ما این شماره پرواز رو سرچ کنیم. این یک سایت دیگه است، این سایت با نام Aviation Safety Network. خیلی خوب، بذاریم ببینیم در اینجا در سال 1955 چه حوادث هوایی رخ داده. تا
در تاریخ 2 جولای 1955 از مسیر نیویورک به میامی فلوریدا. در اینجا 3 سانحه هوایی گزارش شده، ولی همینطور که میبینید هیچ کدوم این سوانه مال هواپیمای پن امریکن و پرواز 914 نیستش. بسیار خوب، اجازه بدید ما در سال 1990 که این هواپیما بعد از 37 سال به زمین میشینه رو بررسی کنیم، ببینیم آیا در فرودگاه کاراکاس همچین چیزی گزارش شده یا خیر. همینطور که میبینید هیچ گونه گزارشی در رابطه با این روز و این ماه گزارش نشده که هواپیمایی در کاراکاس بشینه زمین و دوباره بلند بشه. این یک حادثه هوایی محسوب میشه و حتما در این روز باید درج میشده که میبینید نیست. خب شاید این دلیل نمیشه. اجازه بدید در سایت دیگه ما به پروازهای پن امریکن بپردازیم و شماره پرواز رو بدیم، ببینیم چه چیزی به ما میگه. بفرمایید، این هم ریزالت. میبینید که نوشته هیچ گونه پروازی با شماره 914 یافت نشد. نه تنها در اون روز و اون ماه و اون سال، در کل هیچ پروازی به شماره 914 یافت نشده. یعنی همچین پروازی اصلا زمین بلند نشده. شاید بهتر بگم همچین پروازی اصلا وجود نداشته. شوخی نیستش که سرنوشته 50 و چند تا مسافر و چندین خدمه و خلبانه. حتما خوب باید نوشته میشد. شاید شماره پروازم اشتباه در داستان نقل شده. ببینیم چه چیز دیگه به دست میاریم در هواپیمای پن امریکن. پنم، ببینید نزدیکترین پرواز به شماره 900 اینه و مربوط به سال 2016. اجازه بدید در خود گوگل یه جستجو بکنیم، ببینیم ما لیست پروازهای شرکت پن امریکن که خیلی هم معتبره رو چجوری میتونیم به دست بیاریم. ببینید نزدیکترین چیزی که به ما میگه همون سایتی که ما رفتیم و چیزی پیدا نکردیم. الباقی در رابطه با این داستان فقط همون داستانه. ببینید هی تکرار شده این داستان، هی تکرار شده، هی روایت شده، هی روایت شده، همینجور تکراری تکراری این داستان نقل شده و هیچ کس هم نکرده یه جستجوی چند دقیقه طول کشید یه جستجوی کوچیک در رابطه با این داستان بکنه. پس همچین چیزی اصلا وجود نداره. حالا اجازه بدید ببینیم اصلا این داستان رو کی برای نخستین بار نقل کرده، چه کسی این داستان رو ساخته، چون این داستان ساختگیه. بفرمایید، این سورس اصلیه که من بعد از کلی جستجو یافتم. این داستان رو نخستین بار یک مجله‌ای در کانادا با نام Weekly World News. کمی زوم کنیم، بله، مربوط به تاریخ 7 سپتامبر سال 1999 میلادیه و قیمت این نشریه 2 دلار و خورده‌ای آمریکا، نه کاناداه. این هم سورس این ماجرا که از اینجا همه این داستان ها نقل شده. و همینجور که میدونید به اینجور نشریات نشریات زرد میگن و این ماجرا در قسمت داستان روایت شده که امروز به عنوان واقعیت از طریق شبکه های انگلیسی و فارسی به خورد مردم داده میشه به عنوان یک ماجرای واقعی در رابطه با سفر در زمان، هواپیمایی که بعد از 37 سال به زمین نشست. همونجور که میدونید من خودم از محققین UFO هستم و حتما و حتما باور دارم که این ماجراها
میتونه اتفاق افتاده باشه، ولی به شدت با دروغ و داستان پردازی و خیال بافی مخالفم. من دشمنی با هیچ شبکه و کانالی ندارم. دشمنی من فقط با داستانهای دروغ و ساختگیه.